سلسله جلسات معاد، جلسه 95، تاریخ 8/7/75. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تمثل برزخی اعمال با مرگ و انقطاع. درس امروز با توضیحاتی که قبلا دادیم و بارها هم تکرار شده آسون هستش و زیاد به توضیح نیاز نداره. قبلش من مجددا یه توضیحی بدم که تکرار البته مباحث گذشته است، بعد متن رو میخونم. اگر خاطر شریفتون باشه، مثالی که زدیم برای رابطه دنیا با آخرت، گفتیم که مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. بعد عرض شد که همونطور که در دنیا ما یک شرایط زیستی ثابتی داریم و جنین هر طوری که حرکت کرده باشه، هر تحولی در رحم پیدا کرده باشه، وقتی که متولد میشه نوع تولد با این شرایط زیستی ثابتی که در دنیا ها سنجیده میشه. یعنی چه چیزی تقسیم میکنه تولد ها رو به 5 قسمت؟ یه شرایط زیستی ثابته که این طرف هست، این طرف شرایط زیستی ثابت داریم در دنیا. انواع تولد ها، انواع زایمان ها وقتی انجام میگیره منجر به این 5 تولد میشه. اگر ما این طرف شرایط زیستی ثابتی نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم تولد ها به 5 دسته تقسیم میشه، معنا نداره دیگه. خب یعنی طبیعت دنیا و شرایط زیستی دنیا روی این بچه‌ای که از رحم مادر خارج میشه یه حساب ویژه‌ای باز میکنه روی توانایی هاش و قابلیت هاش. و اینم یک ماجرای تکوینی است، قراردادی و اعتباری نیست. خداوند خلقت جهان رو، عالم ماده رو، دنیا رو طوری قرار داده که هر بچه‌ای که متولد بشه از یکی از این 5 قسم خارج نیست. نوع تولد به چی مربوط هستش؟ به سازگاری جنین خارج شده با شرایط زیستی خارج، شرط زیستی دنیا. ما خیلی هم توضیح در این رابطه در درس مختلف رو الان دادیم. در حرکت انسان از دنیا به آخرت هم قضیه دقیقا همینطور هستش. یعنی روح متحرک ما هستش، نه جسم. این متحرک در مدتی که در دنیا هست، در شرایط زیستی دنیا به سر میبره، این مدتی که عمر تعلق میگیره بهش، تحولاتی رو انجام میده، شاکله ای رو میسازه. بعد از ساخته شدن این شاکله، در زمانی که منتقل میشه به عالم برزخ، عالم برزخ هم مثل عالم دنیا یه شرایط زیستی ثابت داره که روی هر روحی که از دنیا وارد اون عالم برزخ میشه یه حساب ویژه باز میکنه. اونجا هم تولدها مثل تولدهای دنیا تقسیم میشن، بعضی ها خیلی خوب هستن، بعضی ها خوب هستن و فقط سالم هستن، بعضی ها سالم هستن اما ضعیف هستن، بعضی ها بیمار هستن، بعضی هم چی هستن؟ ناقص هستن. یعنی اصلا مشکل اساسی درشون هست، ناقص. مثل بچه که ناقص و خرقه متولد شده، بعضی از روح هم ناقص متولد میشن اونجا، که گفتیم این اختصاص به منافقین و مشرکین و کافرین داره. یه
یعنی یک امر قراردادی نیست در عالم برزخ که اگر کسی متولد شد اونجا با امور اعتباری و قراردادی بشه شرایطش تغییر داد. شرایط تغییر پذیر نیست. مثل این که واقعا تولد و نوع به دنیا آمدن رو هیچ کاریش نمیشه کرد. هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی اگر ناقص الخلقه متولد شده، ناقص متولد شده، یه دستکاری نداره. مریض متولد شده باشه همینطور. این هستش. خب معامله‌ای که دنیا با بچه‌ای که متولد میشه میکنه چه جوری هستش؟ اگر ناقص متولد شده باشه یک نوع عذاب داره. اگر بیمار متولد شده باشه یک نوع درد سر داره. ضعیف متولد باشه یک طور، سالم و سالم قوی هم متولد شده باشه طور دیگه. ارواحی هم که متولد میشن به برزخ همینطور هستن. بسته به اینکه در کدوم مرتبه از مراتب پنجگانه قرار بگیرن و هر مرتبه هم برای خودش چی داره؟ بی نهایت مرحله داره، مرتبه داره خودش. باش رفتار میشه. پس شرایط زیستی ثابت برزخ یه شرایط تکوینی هستش، شرایط اعتباری نیست. و واقعا هم روح در اینجا چی میکنه؟ تحول پیدا میکنه، شاکله میسازه، با ساختار ویژه‌ای متولد به برزخ میشه. اونجا یه شرایط ثابتی هست و برای خوشبختی و سعادت یه چیزهایی رو مشخص کردن که نیاز هستش. بسته بینی که ما چقدر به اون شرایط سعادت و خوشبختی نزدیک باشیم میتونیم بگیم که خوشبخت هستیم یا سعادتمند هستیم. پس توجه بکنیم که حرکت ما از دنیا به آخرت یک امری هستش که اعتباری نیست و ما با قوانین و مقررات تکوینی در این حرکت سر و کار داریم. یعنی همونطوری که بچه‌ای که متولد میشه اینجا میاد یه دفعه مثلا فرض بفرمایید هیچ جا رو نمی‌بینه، هیچ جا نمیبینه. چرا؟ چون شرایط زیستی ثابت اینجا طوری هستش که برای دیدن اشیا احتیاج به چی داره؟ چشم داره و این چشم باید هماهنگ با طول موجه های مختلفی که در این دنیا کاربرد داره برای انسان باشه. این چشم رو نیاورده با خودش، لذا با طول موجه های مختلفی هم ارتباط نمیتونه برقرار بکنه، لذا شیئی رو هم نمیتونه ببینه. اگر کسی اونجا کور متولد بشه برای دیدن در برزخ شرایط خاصی هستش. نفس، قلب باید شرایط خاصی رو به خودش ببره اونجا که بتونه ببینه، بتونه بهره‌مند بشه از دنیا، از برزخ. برزخ هم مثل دنیاست، یعنی این همین نعمتایی که ما اینجا داریم اونجا هستش، فقط چی؟ با یه درجه تکاملی خیلی بالاتری. همه چیزش مثل اینجاست. خوندیم در آغاز به اصطلاح دروس معاد که اون چه که از کمالات ما در دنیا میبینیم تابش و جلوهی هستش از اون چه که در عالم برزخ هست. هر نعمتی، هر زیبایی، هر کمالی که ما داره میبینیم در اونجا به صورت خیلی کاملش وجود داره. خب اگر بخوایم بهره‌مند بشیم از اون نعمت‌ها، روح باید با ساختار اونجا تنظیم بشه، تطبیق بشه. البته صرف روح نیست، ولی همه کارهایی که ما با روح میکنیم اونجا برای ما این چیزها رو میسازن. در برزخ ما احتیاج به بدن برزخی داریم، بعد قبلا هم توضیح دادیم، حالا در مقام اثبات بعدها برمیایم، ولی عرض کردیم عملهایی رو که ما انجام میدیم اینجا بدن میسازه، بدن برزخی میسازه و عبادتها و علومی که تحصیل میکنیم، علوم ما چی میسازه برای ما؟ روح و شاکله معنوی میسازه برای ما. ما در برزخ هم احتیاج به بدن داریم، هم احتیاج به یک روح سالم داریم که این رو با علم و عمل در اینجا میتونیم، یعنی معرفت، میزان معرفت و عمل میتونیم این رو تحصیل بکنیم. این به اصطلاح بحث انتقال. حالا اینکه ما میگیم اعمال ما تمثل برزخی پیدا میکنن با مرگ و انقطاع از این دنیا،
مثل حرکت جنین است. جنین یک حرکات خاصی رو انجام میده، وقتی متولد میشه تبدیل شدنش، تبدیل اون اون اعمالی که انجام داده، حرکتایی که انجام داده، تبدیلش و نمود اون حرکت ها مثلا یه موقع به صورت کوری ظاهر میشه، یه موقع نمود حرکت جنین به صورت کری ظاهر میشه، یه موقع نمود حرکت جنین توی اینجا به صورت مثلا این هستش که فلج هستش. ولی آیا کوری یا کری در عالم جنین، یعنی عالم قبل از عالم دنیا، معنا داشته؟ ها؟ معنا نداره. ما اونجا بگیم جنین هست کوره، چون اونجا طول موجی نیست بخواد ببینه، دیدنی نیست بخواد ببینه، یا کره مثلا، اون بر معنا نداره. وقتی میاد اینجا معنادار میشه. چرا؟ چون اینجا شرایطی هستش که قلب داشتن، چشم داشتن، گوش داشتن معنا پیدا میکنه. ولی این قبل از اون عالم، قبل از عالم دنیا برای جنین که عالم رحم مادر هست، اونجا هم چیزی معنا نداره. اینجا ما همه داریم زندگی میکنیم، همه انسان ها دارن زندگی میکنن و همه فکر میکنن سالمن، همه فکر میکنن، خیلی ها فکر میکنن خوشبخت هستن. اما وقتی متولد میشیم به برزخ، در شرایط زیستی برزخ، اونجا چون شرایط ویژه‌ای حاکم هست، تازه معلوم میشه اونجا ما کور متولد شدیم، کر متولد شدیم، بینا متولد شدیم، شنوا متولد شدیم. اونجا معلوم میشه، چون اونجا یه چیز دیگری میخواد، یه چیز دیگری نیاز داره. بیماری روحی که ما با خودمون میبریم اونجا، وقتی طبق قانون برزخی سنجیده میشه، یه دفعه تبدیل میشه به یه مار، تبدیل میشه به یه عقرب، تبدیل میشه به کوری، تبدیل میشه به کری، تبدیل میشه به آتش، تبدیل میشه به حواسی که فضیلتی که ما با خودمون میبریم، تبدیل میشه مثلا به یک همسر بهشتی بسیار زیبا، یا همسران بهشتی، یا تبدیل میشه به میوه، انواع میوه ها، تبدیل میشه به بو، انواع بوهای خوش، تبدیل میشه به موسیقی دلنشین، تبدیل میشه به خیلی چیزهای دیگه. معرفت ما تبدیل به چیزهای دیگری هستش. خب به هر حال این مثال برای این دوتا قطعه که انشالله قراره بخونیم. تمثل برزخی اعمال با مرگ و انقطاع. یه صلوات خط بفرمایید. حال که متوجه شدیم صورت اصلی و درونی هر کدام از اعمال در حیات دنیا صورت خاص موجود در درون ماست، به این حقیقت باید توجه داشته باشیم که همین صورت‌های درونی اعمال در نظام برزخی به مقتضای احکام مخصوص آن نظام تمثل‌ها و تجسم‌ها داشته. خوب دقت کنید، همین صورت‌های درونی اعمال در نظام برزخی به مقتضای احکام مخصوص آن نظام، همین کاری که اینجا کردیم، این تبدیل میشه با احکام اونجا سنجیده میشه، تمثل‌ها و تجسم‌ها داشته و صورت درونی هر عملی تمثل و تجسم مخصوصی دارد. اعمال ما با صورت‌های درونی خود در باطن ما موجود هستند و قائم به وجود ما میباشند. همین که روح ما که حقیقت ماست از بدن مادی منقطع شد و به عالم برزخ وارد گشت، با همه آنچه در خود و با خود دارد وارد نظام جدیدی میگردد که برای خود احکام و سنن و معیارهای به خصوص و ناشناخته ای دارد و به مقتضای احکام و معیارهای خاص خود روی ارواح وارده به آن نظام و روی خصوصیات ارواح و آنچه با خود دارند حساب باز میکنند. وقتی میگه خصوصیات، دقت کنید، قبلا نویسنده محترم حفظه الله تعالی خصوصیات توضیح دادن. خصوصیات عبارت بود از چی؟ عقاید، اعمال، عادات، صفات نفسانی. اینا مجموعه اینها شد چی؟ این که میگه خصوصیات، ببین منظور چی هستش با اینها. هر چیزی که شخص با خودش میبره، از عقیده، از عمل، از صفات نفسانی، از اخلاق، از عادتهایی که کرده، عادتهایی که روح داره، همه اینها وقتی منتقل میشه اونجا، یه معنای جدید پیدا میکنه و یه شکل جدیدی پیدا میکنه. تمثل برزخی اعمال به حکم تکوین است. اینم که توضیح دادم به حکم تکوین است، یعنی قرار دادی نیست اونجا بیان که خب حالا مثلا مثل چیزایی که بعضی وقتا ما اینجا قرار داد می‌بندیم، نظام ارزیابی که می‌کنیم اینجا، بعد قرار دادی هست، مثلا میگیم دیپلم 1000 تومن، لیسانس 2000 تومن، مثلا فوق لیسانس 3000 تومن، قرارداد اینجوری می‌بندیم. اونجا یه قرارداد تکوینی است، یعنی با ساختار روح تو و ساختار نظام برزخ
سر کار داریم. اینطوری هستش. قضیه این هستش اونجا. اونچه که مهم هست ساختار روحی ما و ساختار نظام برزخ است. برزخ یا نظام برزخی با احکام و سنن خاصی که دارد روی تک تک ارواح حساب خصوصی باز می‌کند. همچنین در خصوص هر روحی روی هر یک از خصوصیات آن، چه خصوصیات عقیدتی و فردی، چه خصوصیات وصفی و خلقی و چه خصوصیات عملی حساب باز می‌کند و چیزی را بی حساب نمی‌گذارد. دقت بکنید، هر چی که ما کسب کردیم براش حساب ویژه باز میشه و معنای جدیدی پیدا می‌کنه و شکل جدیدی پیدا می‌کنه. اینکه ما منتقل می‌شیم به اونجا. به طوری که در خلال مباحث گذشته این کتاب، مخصوصا در مباحث جلد اول اشاره کردیم، عالم برزخ به جای خود و برای خود همانند همه عوالم وجود احکام و سنن تکوینی خاص و حساب شده‌ای دارد که بر اساس نظم معینی از جانب مبدأ متعال و طبق مشیت او تنظیم گردیده و غیر قابل تخلف است. احکام و سنن و قوانین و معیارهای حاکم در هر کدام از عوالم خلقت، چه احکام و سنن حاکم در برزخ، چه احکام و سنن حاکم در عوالم دیگر و چه احکام و سنن حاکم در عالم دنیا، احکام و سنن الهی است. دقت فرمایید. پس ما در واقع با چند مرحله از عالم سر و کار داریم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، که هر کدوم از اینها واقعا در طول هم دیگه قرار دارن، اما هر کدوم از اینها احکام و سنن ویژه خودشون رو دارن و جلوات مشیت قاهر و غالب و جلوات مشیت قاهر و غالب اوست و هیچ گونه بیمرتبه دیگه بخونم احکام و سنن الهی است و جلوات مشیت قاهر و غالب اوست و هیچ گونه قابل تغییر و قابل تخلف نیست. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. نه تبدیل و نه تحویل در سنت و قانون خدا میشه پیدا کرد. یعنی اگر یه موقعی بشه مثلا ما با گوشمون بشنویم، قانون نیست با گوش نمیشه بشنوی، در سنت خدا هم هیچ تغییری نیستش. این هست که شما اگر بخوای صوت جهان رو بشنوی، صوتی که ظرفیت انسان ظرفیتش رو داره، شما باید گوش توانایی دریافت یک 20 تا 20 هزار فرکانس رو داشته باشه. دیگه هیچ راه دیگه ای نداره. اگر بخوای اشیا رو ببینی، باید چشمت این قابلیت داشته باشه که با طول موج ارتباط مناسبی برقرار کنه تا شما بتونید ببینید. به معنی هم که به اصطلاح یک تزلزلی، یک ناهماهنگی در عضو شما اتفاق بیفته، می‌دونید که نفس دیگه قدرت خودش رو برای دیدن یا برای شنیدن از دست میده. هیچ تغییر نداره اصلا. مثل مثلا فرض کنید هوای تهران مثلا حدود 200% سرب داره و مواد آلوده کننده داره و اینها، بگیم که مثلا ما تو این هوا مثل همونطور که تو شمال نفس میکشیم بکشیم، نمیشه. ما تو این هوا اگر باشیم و زندگی کنیم، این اثر وزنی خودش رو خواهد گذاشت در زندگی ما، در سلامتی ما، در هیچ بسیار نمیشه تغییرش داد. قانون ما دنیا همین است، برزخ هم همینطور هست. وضعیت برزخ هم همینطور هستش. دقت بفرمایید. بنابراین نباید چنین تصور بکنیم که احکام و سنن و معیارهای حساب شده و قوانین منظم تکوینی در عالم برزخ وجود ندارد و وقتی ارواح انسان‌ها به آن عالم فاقد احکام و سنن وارد شدند، این که میگه فاقد یعنی ما تصور کنیم فاقد، به آن عالم فاقد احکام و سنن وارد شدند و در آنجا قرار گرفتند و مسئله مجازات و ثواب و عقاب پیش آمد، همانند مجازات در دنیا بررسی هایی می شود و سپس دستور می دهند بعضی ها در جایگاه خوب و در میان نعمت ها قرار بدن و برخی دیگر را در جایگاه بد و در میان عذاب ها بیندازند. از خطاهای بعضی ها چمانند چشم‌پوشی در دنیا چشم‌پوشی می کنند و از خطاهای بعضی دیگر چشم‌پوشی نمی شود و نظاره اشباه اینها که در دنیا در حسابرسی های اعتباری و قراردادی اجتماعی هست. احکام و قوانین حاکم در برزخ همانند احکام و قوانین حاکم در عالم دنیا و مانند احکام و قوانین حاکم در عوالم دیگر وجود یک سلسله احکام و قوانین تکوینی است. خلاصه کرد کل حرفش تو این دو خطی که اینجا ذکر کردم، میتونید علامت گذاری کنید. پس اونجا اگر بخششی هست، شفاعتی هست، تخفیف عذابی هست، هر چی که باشه، مسئله ساختار نفس اونجا مهم هستش. برای همین معصوم علیه السلام فرمود برزخ شما با خودتون، برزختون با خودتون، یعنی باید بکشید این برزخ رو.
یعنی ساختار نفس خیلی مهم هستش. حتی اگر نجات دهندگی، تخفیف عذاب، شفاعت یا هر چیز دیگری که شما تصورش رو بکنید، باید نفس این قابلیت رو داشته باشه. این قابلیت رو داشته باشه. مثل یه بدنی که مثلا متولد شده مریضه، قابلیت درمان رو داره یا نداره؟ بعضیا دارن، بعضیا ندارن. مثلا بعضی از بیماران رو مثلا میگن که کلیه‌اش رو 4 بار بهش کلیه مثلا پیوند دادیم، بدنش قبول نمی کنه. کلیه سالمه اما اون نمیتونه قبول کنه، ساختار نمیپذیره، ول میکنه، اون پیوند رو قبول نمی کنه. روح هم همینطور هستش. روح اونجا باید بپذیره و این پذیرش تمامش در دنیاست، همش در دنیاست. این پذیرش ها، این قبول کردن ها، این جفت شدن ها، این شفاعت ها، همش در دنیاست. احکام و قوانین حاکمه در عالم ماده یا عالم دنیا را وقتی مطالعه میکنیم میبینیم احکام ثابت و قوانین لایتغیر و سنن غیر قابل تغییر و غیر قابل تحویل است. در دنیا هرچی میبینیم همینطور هستش دیگه. شما اگر در همین عالم دنیا نظری به احکام و قوانین تکوینی حاکم در همه ابعاد آن بیندازید، خواهید دید هیچ گونه تغییر و تحویل و عدم ثبات در احکام و قوانین تکوینی این عالم وجود ندارد و خواهید دید این احکام و قوانین از ثبات خاص و علاوه بر ثبات از نظم و ترتیب و روابط خاصی برخوردار می باشد. در هر گوشه از این عالم و در هر قطعه از قطعات به هم مرتبط آن و در هر موجودی از موجودات به هم پیوسته آن و در هر ذره از ذرات به هم متصل آن و نیز در روابط بین این ذره و آن ذره و این موجود و آن موجود و این قطعه و آن قطعه و به طور کلی در همه ابعاد این عالم به احکام ثابت حساب شده و به قوانین لایتغیر منظم و مرتبط برخورد خواهیم کرد. شما الان همه چیزهایی که می‌بینید، فرض فرمایید چه عالم می‌خواد حساب کتاب نداشته باشه. اگه می‌خواد حساب کتاب نداشته باشه، مثلا ما برق هیچ کس پیش کاری نمی‌تونست بکنه. چون گفتیم هر چیز می‌تونه چی باشه؟ علت چیز دیگری باشه. میشه فساد، میشه تباهی، و اصلا واقعاً نمیشه چیزی باشه وقتی حساب کتاب و مقررات نباشه. اگه ما الان دستگاهی به نام ضبط صوت داریم، چون در طبیعت یک حساب خاصی هستش، بشر میاد چیزی میسازه که با روابط صوت و نمیدونم شنیدن و مسائل این چنینی در طبیعت سازگار باشه تا تبدیل بشه به یه چیزی به نام بلندگو ساخته بشه، یه چیزی به نام ضبط ساخته بشه. اگر روشنایی داریم، اگر هر چیز دیگری داریم، برای که مقررات داریم. تو عالم دنیا مقررات لایتغیر هست. این بشر هست که همیشه در طول هزاران سال تلاش علمی سعی کرده خودش رو با طبیعت چیکار کنه؟ وفق بده. طبیعت قوانینش تغییر پیدا نمی‌کنه. حتی اگر به قوانین طبیعت هم بشر میخواد تسلط پیدا کنه، بر خود طبیعت هم باید میخواد تسلط پیدا کنه، همون تسلط هم باید باز چی باشه؟ همون هم باز باید با استفاده از قوانین طبیعت باشه. یعنی باز از اون خارج نیست. اگر میتونه از جاذبه زمین درات و به ماه بره، بازم باید چی باشه؟ طبق قانون طبیعت باشه. یعنی بعد از جاذبه زمین هم مقررات ویژه‌ای داره، قوانین ویژه‌ایش باید برای اونجا خودش آماده کنه. در ماه مقررات ویژه‌ای هستش. همینجوری پاشو کسی بره نمیشه. لباس مخصوص میخواد. چرا اونجا لباس مخصوص درست میکنه؟ چون شرایط ویژه خاص است. چرا در روی زمین از اون لباس استفاده نمیکنن؟ چون اینجا اون شرط زیستی وجود نداره. اونجا لباس مخصوص میخواد، کلاه مخصوص میخواد، اینجا نمیخواد اون حالا. پس اونجا یه مقررات ویژه است، اینجا یه مقررات ویژه است. همه این مقررات طبیعت ثابت و لایتغیر هستش. مثلا در این که یک هسته مشخص و معین تحت حاکمیت کدام یک هسته مشخص و معین تحت حاکمیت کدام قوانین و کدام سنن و کدام احکام جاری از مرحله هسته بودن به سوی یک درخت کامل بودن حرکت می کند و به صورت درخت کامل در می آید. به یک سلسله احکام و سنن و قوانین حساب شده و ثابت و در این حال پیچیده و منظم و مرتبط به هم برخورد می کنیم. آن هم به نحو اجمال و توأم با ابهام. یعنی دقیقش و اون تفصیلش و بشر هنوز راه پیدا نکرده. مثلا اینکه حالا ما یه دانه رو می‌ذاریم این تو، ما فقط می‌دونیم یه دانه رو جایی می‌ذاریم، بعد از یه مدتی آب و نور مناسبی حالا باشه و زمین مناسبی باشه، بعد از یه مدتی این دانه شکافته میشه. اما حقیقت این چی هست و چه جوری میشه این شکافته میشه و بعد تبدیل به یه درخت میشه، کسی هنوز نمی‌دونه این چی هستش. به صورت اجمال بشر اینا رو پی برد.
مثلا نطفه، مثلا کی میدونه نطفه چجوری میشه که یه دفعه مثلا یه دونش میره با تخمک لقا پیدا میکنه، سلول تخم تشکیل میده، بعد تکثیر میشه. این وقت این همه از یه جنسن، چطور میشه بعضیش بعد از این سلول تخم تشکیل شد تکثیر پیدا کرد، از مزتوده سلولی یک سان تشکیل شد، بعضیش چطور میشن دست، بعضیش چطور پا میشن، بعضیش چطور سر میشن، بعضیش چطور مو میشن، بعضیش چطور قلب میشن، بعضیش چطور استخوان میشن؟ هیچ کسی نمیدونه اینا. آن هم به نحو اجمال و توأم با ابهام، یعنی به نحوی که چندان ابعاد مسئله برای شما و برای کسی روشن نیست. وقتی دقت میکنید میبینید این قوانین و احکام از متانت و نظم و ثبات و عدم تغییر و نیز از ارتباط خاصی با یکدیگر و با هسته و با کل این نظام برخوردار است و میبینید هر هسته مماثل و مشابه همان هسته، آن هم با مشابهت کامل، با قرار گرفتن در تحت حاکمیت این قوانین و احکام همان راهی را که این هسته طی نموده طی میکند. مثلا هسته سیبی هسته سیب دیگه مماثل و مشابهش رو بذاری، همون روشی که سیب قبلی رفته دانه قبلی رفته طی میکنه و همون مسیر را که این هسته رفت میرود و به همان صورتی که این هسته به آن صورت درآمده در میاد و درخت کامل میشود و استثناء و تخلف و ملاحظات و نظار اینها در حاکمیت این قوانین و احکام در بین نیست. در بیان دیگر هر هسته مماثل همان هسته با قرار گرفتن در تحت حاکمیت این قوانین و احکام باید به همان صورتی بیاید که این هسته به آن صورت در آمده است و باید صورت درخت را به خود بگیرد و نمیشود چنین نباشد، زیرا که سنن الهی قابل تبدیل و تحویل نیست. اگر دید هسته مماثل همان هسته در مرحله اول در مسیر حرکت به سوی درخت بودن قرار گرفت ولی حرکت آن به آخر نرسید و به صورت درخت در نیامد، خواهید دانست که در تحت حاکمیت این قوانین و احکام نبوده و پای قوانین و احکام دیگری به میان آمده است. یه طوری شده بخاطر نور نرسیده بهش، آب به موقع بهش نرسیده. وقتی آب نرسه نور نرسه قوانین چی میشه؟ یه قانون دیگه است، تغییر کرده. این تغییر نشون دهنده این هستش که مسیر طی نشده درست. اگر مسیر دانه سیب که باید طی بشه به درخت سیب تبدیل بشه طی میشد، میشد سیب. حالا که نشده مشکل یه جای دیگه بوده، یه چیز دیگری اینجا دخالت کرده که این به صورت دیگری در اومده. این که گفتیم به عنوان یک مثال، مثلا شما حالا این بشر فطرتاً همه اینها رو میدونه، واقعا بشر یه موشک میسازه مثلا 10 سال روش کار میکنه، چند میلیارد دلار خرجش میکنه، میفرستش به سیاره منفجر میشه، نمیگه اونجا چه اتفاقی افتاد که موشک من منفجر شد، میاد رو کار خودش بشر بررسی میکنه چرا موشک منفجر شد، اونو بررسی میکنه. برای نظام ثابت جهان نظام ثابت است، کارش نمیشه. میاد اون مصنوع خودش رو دستکاری میکنه بشر. اینجا یه مشکلی پیش اومده. این که گفتیم به عنوان یک مثال جزئی بود و شما میتوانید با تفکر و تأمل به ثابت بودن و منظم و مرتبط بودن قوانین حاکم در عالم ماده به خوبی پی ببرید و چگونگی قوانین و احکام تکوینی را متوجه بشوید و از این طریق به ثابت و لایتغیر بودن و منظم و مرتبط بودن قوانین و احکام تکوینی سایر عوالم از جمله عالم برزخ نیست متوجه گردید. قوانین و احکام خاص برزخی هم علاوه بر این که قوانین و احکام مخصوص بوده و غیر از قوانین و احکام دنیوی است، قوانین و احکام ثابت و لایتغیر و منظم و مرتبط و حساب شده است و قوانین و احکام تکوینی است، نه قوانین و احکام اعتباری و قراردادی، مانند قوانین اعتباری و احکام قراردادی موجود در جوامع انسانی. خب تمام شد بس. این نکته رو من عرض کنم، این نکته خیلی مهم هستش. بعد از اینکه این مسئله رو ما دونستیم، مسئله‌ای که هست ما هممون آرزومون این هستش که خوب متولد بشیم به اون طرف. هممون آرزومون این هستش که وقتی منتقل میشیم به عالم برزخ با یک شاکله قوی و خوب منتقل بشیم. مسئله ساختن شاکله قوی و خوب در واقع یعنی ساختن پیچیده ترین دستگاه ها. روح انسانی
روح انسان واقعا بزرگترین مخلوقی هستش که خداوند خلق کرده. خیلی پیچیدگی داره. از اون طرف هم اون طرفی که ما میخواییم منتقل بشیم بهش عالم برزخ، عالمیست با هزاران قوانین، مثل عالم دنیا که دیگر آن احکام نور داره، احکام صوت داره، احکام وزن داره، احکام مایعات داره، احکام گازها داره، احکام جامدات داره، هزاران قانون که الان بشر داره تو در علم فیزیک با همه طول و عرض فیزیک و شیمی و زیست شناسی و چیزهای دیگه، علوم دیگه که این همه پیشرفت کرده، ما رو قوانین اینجاست. قوانین اونجا به مراتب پیچیده تر از قوانین اینجا هستش و بیشتر. ما همونطور که در دنیا اگر کسی بخواد دستگاهی رو بسازه، چه کسایی موفق میشن پیچیده ترین دستگاه رو بسازن و بهترین و قوی ترین دستگاه رو بسازن؟ کسایی که بیشتر با قوانین این عالم چی هستن؟ آشنا هستن. شما هرگز از یه نفری که مهندسی نخونده، شیمی نخونده مثلا، یا فیزیک نخونده، یا مکانیک نخونده، انتظار ندارید که مثلا بدون خوندن فیزیک و مکانیک یا آگاهی از قوانین صوت یا تصویر بتونی دستگاه سمعی بصری قوی بسازه، طراحی بکنه. نمیشه. بعد آگاه باشه. اون کسی این ضبط صوت رو ساخته الان جلوی ما هستش، او آشنا بوده با قوانین که اینو ساخته. وقتی یه دستگاهی مثلا با 100 شماره از این بالاتر و قوی تر میسازه، یعنی از معلومات بیشتری برخوردار هستش. هر مقدار با قوانین طبیعت بشر آشنا میشه، گامهای بهتری رو در جهت ساخت دستگاه ها، وسائل رفاهی، ساخت اختراع تجهیزات مورد نیاز بشر برمیداره. اگر کسی بخواد یه شاکله خوب بسازه، یه شاکله خوب که اون طرف راضی بشه، لااقل عذاب نبینه، درد سر نبشته باشه، باید با قوانین اون عالم آشنا بشه. باید با قوانین اون عالم آشنا بشه. خب آیا برای ما ممکن هستش که با قوانین حاکم بر نظام برزخ آشنا بشیم؟ نه. اینجا ما به کمک وحی، به کمک راهنمای معصومین علیهم السلام احتیاج داریم. اونها به ما میگن که شما با روحتون و با شاکلتون چه بکنید که اونجا بهترین شاکله رو داشته باشید و چه نکنید که اونجا دچار دردسر و عذاب هستید. درسته که ما با قوانین حاکم بر برزخ نمیتونیم یه آشنایی خوب و کاملی پیدا بکنیم، چون الان در برزخ نیستیم، احاطه به برزخ نداریم، اما با قوانین و مقرراتی رو که مربوط به ساخت شاکله متناسب با نظام برزخی هست میتونیم آشنا بشیم. همه اونها رو قرآن و معصومین علیهم السلام گفتن. لذا یکی از قوانین و یکی از شرایط اصلی یک سلوک خوب، یک تربیت خوب، یک خودسازی خوب این استش که ما با قوانین خودسازی و پرورش روح و نفس آشنا بشیم. هر کس بیشتر آشنا هست اگر همت عمل خالصانه داشته باشه موفق تر هستش. به هر میزان که ما جهالت داریم به نفس، به اخلاقیات، به ساختار نفس، به قوانین تغذیه نفس، به قوانین تربیت نفس، به قوای نفس و قابلیت‌هاش، به همون میزان در ساخت یک شاکله خوب و سالم و قوی شکست می‌خوریم، ناتوان هستیم. برای همین اساتید اخلاق و سیر و سلوک از اول به شاگرداشون میگن که شما با
با علم ناقص نمیتونید یک شاکله خوب بسازید. باید علمتون علم خوبی باشه، علم زیادی باشه که بتونید شاکله رو بسازید، یه شاکله خوب. با علمهای اجمالی و نمیدونم با چهار تا نوار گوش کردن و یه دو تا کتاب خوندن ما بخوام یه خودسازی خوبی بکنیم، این ممکن نیست. این مثل مو و پیچش مو هستش، مثل ارزیابی هستش که اون قوم به قول مولوی در تاریکی میخواستن از یه فیل بکنن، یکی گوششو گرفته بود گفته بود که باد بزنه، یکی پاشو گرفته بود گفته بود ستونه. این نمیشه. ما به نور علمی احتیاج داریم که این فیل رو در یک نمای کلی به ما نشون بده، در یک حالت و هیبت و شکل کلی به ما نشون بده که ما بگیم این فیله، این حیوانی هستش با این خصوصیات. این احاطه میخواد، این مطالعه میخواد، همت میخواد برای تحصیلش، وقت گذاری میخواد، جدیت میخواد. ولی ما یه چیزی رو یاد میگیریم، یه فضیلتی رو، بعد میخوایم اینو اجرا بکنیم، از خیلی از چیزهای دیگه غافل هستیم، فکر بکنیم داریم خوب عمل میکنیم. ارشدم گاهی وقتا ما فکر میکنیم یه عبادتی رو خیلی خوب انجام دادیم، خیلی لذت داد، خیلی مزه داد، خیلی چنین بود، خیلی چنان بود، پس یه ذره جلوتر میریم، یه ذره بینشمون بازتر میشه، میبینیم که ای بابا چقدر درش شرک بوده، چقدر درش معصیت بوده، چقدر در همین گریه و زاری ها اشکالات ایجاد شده، در همین شنیدن ها، در همین خوندن ها، در همین گفتن ها چه مشکلات و انحرافاتی وجود داشته. بزرگان ما از اول وقتی میخواستن تربیت کنن شاگردانو، از اول بهشون میگفتن که این فضیلت هست، اما این فضیلت آفتهایی رو هم داره، مراقب آفتها باشید. یعنی یه شیء رو وقتی معرفی میکنن آفتهاش هم معرفی میکنن. این علم نور هست، اما مواظب باش حجاب اکبر هم نشه. در یه شرایطی همین علم که نور هست میتونه چی باشه؟ حجاب اکبر باشه. از این علم و از این نور چجوری استفاده باید بکنه؟ گاهی وقتا این نور شدید خودش باعث کوری میشه. این عبادت هست، اما یه طوری باید ازش استفاده بکنید که طوری باش رابطه برقرار کنید که موجب انحراف خودش نشه. عجب، کبر، این دردسرهایی که میاره. بذار باز برگشتیم به بحثی که تو همین چند سال بارها به سراغش آمدیم و اون ضرورت مطالعه بیشتر، ضرورت مطالعه تخصصی، واقعا مطالعه عمیق و تخصصی در مسائل نفس و اخلاقیات هستش. چون مقررات عالم برزخ این مقررات بسیار پیچیده‌ای هستش و ما هم میخوام پیچیده‌ترین دستگاه رو که شاکله بشری هست بسازیم و میخوایم طوری بسازیم که با نظام اونجا تطبیق داشته باشه. این احتیاج به آگاهی داره. این است که در روایات جهل رو مترادف با جهنم گرفتن، الجهل یفسد المعاد، جهل معاد رو تباه خواهد کرد، آخرت رو فاسد خواهد کرد. الجهل معدن الشر، اصل کل فساده، همش نادانی هاست، جهالت هاست. این رو باید دقت کنید. خب یعنی باید با آموزش هایی که معصومین علیه السلام دادن آشنا بشیم، غافل نشیم از اینا.
اعلم امام باقر علیه السلام. این حدیث رو هم در بحث ضرورت آموزش دین چند سال قبل خدمتتون عرض کردم از امام باقر علیه السلام. اعلم انه لا علم کطلب السلامه ولا سلامته کسلامت النفس. بدان هیچ آگاهی مثل طلب سلامت نیست. طلب سلامت یعنی چی؟ یعنی آفت شناسی، بیماری شناسی، درمان شناسی. جدای از این که باید چی رو بشناسیم در درجه اول؟ موضوع و محل درمان و بیماری رو که نفس هست اون رو هم باید بشناسیم. هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست. ولا سلامت که سلامت القلب. و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت نفس و سلامت روح نیست. این که ما داریم زندگی میکنیم خیلی خیالمون راحت هست، ایمن هستیم از بلاها، از مشکلات و بیماری‌های نفسانی، خیلی غفلت بزرگی است. که ما مثلا فکر میکنیم کبر به سراغ ما نمیاد، بغض به سراغ ما نمیاد، حسادت به سراغ ما نمیاد، غلبه شهوت، شهرت طلبی، چیزهای دیگه، مشکلات دیگه به سراغ ما نمیاد. خیلی اشتباه بزرگی هستش. ما احتیاج به آگاهی داریم، احتیاج به یک علم جامع داریم که بتونیم خودمون از این آفت‌ها نجات بدیم. در این باره احادیث زیاد داریم. یه دونش بود که خوندم، احادیثی از حضرت کاظم علیه السلام، یه حدیث مفصل داره در این رابطه به خطاب به هشام که احمد العلم، الزم العلم، اوجب العلم. همین ها رو من در ضرورت آموزش دین توضیح دادم. افضل العلم ها مفصل آمده اونجا توضیح دادم که لازم ترین علم برای شما اون هستش که ما دلک علی صلاح نفسک یا صلاح قلبک، اونه هستش که تو رو دلالت میکنه به اصلاح قلبت، اصلاح نفست و اصلاح معادت. تا ما این آگاهی رو پیدا نکنیم به صرفی که دلمون میخواد خوشبخت بشیم و دلمون میخواد خودسازی کنیم کافی نیست. حتی اگه همتش هم داشته باشیم کافی نیستش. آگاهیش لازم هستش. آگاهیش لازم. ما آگاهی باید تحصیل بکنیم. همت هم بکنیم. همت بکنیم. جدیت داشته باشیم. اگر ما اون مقررات و قوانین رو شناختیم متوجه میشیم که با هر چیزی ساخته شدن نفس جور در ره بیاد. همون که ساختن یه دستگاه مثلا تصویری یا صوتی طبق هر قانونی ممکن نیست. بگم من میخوام مثلا این شرایط رفاقتی رو، این شرایط کاری رو، حتی این شرایط نمیدونم عبادتی رو حفظ بکنم، بعدم بخوام اصلاح بشم، بعدم بخوام به نتیجه برسم، نه آقا، باید واقعا دست بر تو شرایط کاریت، باید دست ببری در شرایط تحصیلیت، باید دست ببری تو ارتباطاتت، باید دست ببری در غذا خوردنت، باید دست ببری در خوابیدنت، باید دست ببری در مسئله عبادتت، میزان عبادتت، نوع از کاری که میگی، نوع چیزهای دیگه. مقررات داره. یعنی اینها باید جمع بشه با هم که منجر به رشد نفس بشه. همون که اون دانهه یه شرایطی هست جمع باید بشه تا بالاخره منجر بشه تا بخواد به درخت برسه. خیلی کار داره، هزاران آفت تهدیدش میکنه. اینم کار داره. اگه بگیم ما تحت هر شرایطی میتونیم موفق بشیم، نه. این بحث با اون بحثی که در معرفت کردیم تحت عنوان شناخت مختصات فردی مغایرت نداره ها. در بحث معرفت ما عرض کردیم که راه‌های به سوی خدا به تعداد چیه؟ آدم‌ها. هر کسی یه راهی به سوی خدا داره. برای هر کسی یه شرایط ویژه‌ای هستش. ما باید اون شرایط رو بشناسیم، مختصات خودمون هم بشناسیم، بعد یه هماهنگی ایجاد بکنیم.
بعضی از مختصات هست کاریش نمیشه کرد، باید باش هماهنگ شد. فرض بفرمایید من فرزند فلان پدر و فلان مادر هستم، این یه دست خود من نیستش که از پستان یه زنی شیر خوردم که یه خصوصیات ویژه‌ای داشته، از لقمه پدری خوردم که یه شرایط خاص داشته، در محیطی پرورش پیدا کردم، دست خودم نبوده. اینا که نه پدرم و نه مادرم و نه دوست وطنم و هیچ کدوم انتخاب نکردم، اینو تحمیل شده من. این شرایط هست، تو این فامیل هستیم، با این کسا ارتباط داریم، این شرایط مختصاتش باید آدم خودش رو کم و کاست اینو جبران بکنه، زحمت بکشه براش. بعضی از مختصات هست که بازم تغییر ناپذیر هست، اما در یه شرایطی، مثلا شغل من اینه، من بیشتر از این ازم بر نمیاد، تو این کار هستم، شغلم این هستش، خیلی حالات نسبت به شغلم تنظیم میکنم خودم رو، کارم رو، رشدم رو، نسبت به مثلا همسرم، فرزندم، این تعداد فرزند دارم. بعضی وقتا هم میشه که به اصطلاح تغییر بده، مثلا شغلو تغییر بدی، یه ذره دستکاری بکنی شغلو تا اون شرایط حاصل بشه. شغل جزء مختصات فرد هست، اما غیر قابل تغییر نیست. که حالا من بگم حتما من باید تو این شغل بمونم و اگر مثلا از این شغل خارج بشم همه چیز میرسه به هم، نه، خیلی وقتا اینجوری هم نیستش که انسان، خیلی وقتا دارم عرض میکنم، نه همه همیشه، خیلی وقتا اینجوری هست که انسان اگر بعضی وقتا هم نه، اصلا شغل مانع نیست، انسان فقط یه سازگاری با شغل پیدا میکنه، یعنی شغل رو طوری تو دستش میگیره که مانع براش نشه. بعضی وقتا ارتباطات هستش، من مجبورم مثلا این مادر بزرگ منه دیگه، دارمش، این پدر منه، این دایی منه، این خاله منه، بالاخره من با اینا چیزایی هست که نمیشه تغییرش داد، جزء رحم من هستن، صله ارحام هم چیه؟ واجب هست، من باید با اینها این نحوه ارتباطات برقرار بکنم، اما به طوری که این ارتباطات منجر به فساد من نشه. اینه دیگه، کارش نمیشه کرد. این مختصاتی هست که ما باهاش چیکار میکنیم؟ با مختصات خودمون حرکت میکنیم. اینجاست که من با مختصات خودم رو، پدر و مادرم و فامیلم رو، خواهر و برادرم رو، خیلی چیزای دیگر رو، همسرم رو، اینها رو فهمیدم که این مختصات من هست، تنظیم میکنم خودم رو و راه من از میون اینها میگذره، صراط من همینا هستن. یکی صراطش یه چیز دیگه است. خب حالا قاطی نشه مسائل رو که دارم عرض میکنم، این دوتا مطلب با هم کاملا همخونی دارن، منافات ندارن. خب بحث ما همین بود که ما با توجه به این شرایط زیستی خاصی که در برزخ هست و با توجه به که مجبوریم شاکله سالم رو ببریم اونجا، باید تلاش بکنیم برای یادگیری این عملیات و این حرکت، یعنی هم موضوع رو بشناسیم که عبارت است از نفس، هم بیماری ها رو بشناسیم، هم درمان رو بشناسیم یا روش های درمانی مختلف رو بشناسیم. اگر این بیماری ما با این درمان حل نشد، با یه درمان دیگری چیکار کنیم؟ حلش بکنیم. میخواستم این توضیح بدم، حالا میگم دیگه. فرض فرمایید یه موقع هست شما یه مشکل درونی داری، میری میشینی مثلا موعظه گوش میکنی، بعد میبینی که تأثیر نداره، مشکل حل نمیشه. ولی یه موقع میبینی که نه، به جای موعظه مثلا یه صبح جمعه، عصر پنجشنبه، عصر جمعه، شبی وقتی سحری پاشوی رفتی مثلا توی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام نشستی، یه رفت هم شروع کردی روزه خون برای شما، توی همه روزه مشکلت هم حل شد، مشکلت حل شد، اصلا حل میکنه، واقعش هم اینطوریست. خیلی از مشکلات نفسانی روحانی انسان با همین اظهار عشق و علاقه به اهل بیت، عزاداری برای اهل بیت علیه السلام حل میکنه و حل نمیشه. اصلا بعضی وقتا نوای این که دارم میگم قطعیه ها، مجربه دارم به شما میگم، نوای یه مداح که داره مداحی میکنه همین خوندنش، همین زمزمه یاد میره که یک غل رو، یک زنجیر رو از روح انسان باز کرد.
حالا این یا برکت خود معصومی است که موضوع خوندن هست، نحوه صداست از خونم خدمتتون، یا جوی هستش ایجاد شده، یا هر چیز دیگری، توسل ما هستش، بالاخره حل میکنه مسئله. باید دید کدوم دارو کدوم بیماری رو حل میکنه، یا یک بیماری با چه طریق هایی ممکن است برطرف بشه. گاهی وقتا انسان یه مدت درز داره میبره از این ناراحت، این ناراحت روحی و معنوی، یک بار مشرف میشه خدمت حضرت رضا علیه السلام که اصلا نفس این زیارت مشکل رو حل کرد. یه موقع یه توجه خالصانه به محضر مقدس امام زمان علیه السلام پیدا میکنه، میشه حل میکنه. یه موقع های درگیر میشه با نفس کار میکنه، یه مشکل رو نمیتونه حلش بکنه، یه دفعه دیگه به استراب میفته، مستر میشه، یه دفعه توسل میکنه به مبدأ، متوسل پیدا میکنه به صاحب عصر امام زمان، یا امام زمان تو دست منو بگیر، دیگه نمیتونم کاری بکنم، تو به فریاد من برس. حضرت تصرف میکنه، حضرت کمک میکنه، مسئله اصلا حل میشه، درداشته میشه. گرایش شدیدی به یک امر خبیثی داری که مثل گل و زنجیر گرفته در این پای روح تو رو نمیذاره پرواز کنه، میگه که حضرت چنان با تصرف ولایتی گل رو بر میداره که اصلا لذت پرواز رو انسان احساس میکنه، میتوسل کمک میکنه. و بالاتر از اینها توسل مبدأ متعال هست، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مشکلی داره، هات شکایت خود خدا میکنه، الهی از دست خودش، الیک اشکو نفسم تا آخر، خدای من از این نفسی که منو گمراه میکنه، گول میزنه، میالتن الاللعب والله، خیلی میل به لحب و لعب داره، مملوتن بالغفلت و سهف، پر هست از غفلت و سهف، خدای من از دستم چی نفسم به تو پناه میارم. آقا این یه قانون در نظام برزخ و در نظام فوق برزخ، در نظام دنیا، که اگر کسی به کریمی پناهنده شد، نمیشه از قوانین هستش، قوانین که همش مادی نیستشه، به یک کریمی پناهنده شد، کریم کمک میکنه، پناه میبره به خدا و ذلیلانه پناه میبره، عاجزانه پناه میبره، از تای قرد میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی هست که اجابت کنه مضطر رو موقعی که داره دعا میکنه و سوء و بدی رو برطرف میکنه، از پناه میبره به او، التماس و التجا میکنه. این همه ملائکه الهی هستن، خداوند تبارک و تعالی کمک میکنه. بشناس انسان که دوای دردش چی هستش، بلکه بشناسه که بالاترین داروهاتی هستش، ما از چه داروهای استفاده کنیم. دیدید یه موقعی میگن که آقا شما مثلا فرض بفرمایید فلان گیاه گرمه برای فلان خصوصیت خوب هستش، شما استفاده کن، فلان گیاه سرد هستش، اینجوری هستش. یه موقعی خدا میبینه که مثلا توی قرآن یه داروی رو معرفی میکنه که برای همه بیماری ها خوب هستش، فیه شفاء للناس، عسل رو معرفی میکنه، این عسل برای همه درد ها خوب هستش، اینجوری معرفی میکنه. اون شاه کلیده ها رو در درمان بیماری ها بشناسیم که شاه کلیده در درمان بیماری ها چی هستش. اینا لازم هست بر ما که بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم، و الا با غفلت از اینا صرف توجه به علم ناچیز و چی اصلا آمیخته با صدها جهل و نادانی و خیال و اوهام هست، علم ناچیز خودمون، و با عمل ضعیفمون و همت ضعیفمون راه به جایی نخواهیم بود. تلاش علمی باید بکنیم، خوب تلاش باید بکنیم، همت اونو باید به کار بریم و بتونیم از اسباب و وسایل عادی و غیر عادی، طبیعی و ماورای طبیعی خوب استفاده بکنیم. خب بقیه بحث اون برای جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.